ماجرای فلج شدن الیکا عبدالرزاقی. الیکا عبدالرزاقی متولد تهران، بازیگر تلویزیون، سینما و تئاتر است. او در بسیاری از مجموعه‌های تلویزیونی که مهران مدیری کارگردانیش را بر عهده داشته، بازی کرده است. این بازیگر شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی برای اولین بار ماجرای فلج شدنش در کودکی را بیان کرد. اما داستان معلولیت این بازیگر چه بود؟ عبدالرزاقی که در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود، در پاسخ به محمد رضا حسینیان که پرسید در سریال سرباز پایتان ناراحت است، توضیح داد: من در 11 سالگی دچار یک بیماری به نام گیلن‌باره شدم و بدنم از کمر به پایین فلج شد و پای راستم بر نگشت و پای چپم برگشت. آن زمان گفتند که این بیماری در مناطق مرطوب زیاد است و در جایی مثل انگلستان زیاد اتفاق می افتد. خیلی وقتها از من سوال می کنند. در لانگشات هایی که این سریال برای من داشت لو رفتم. مجبور هستم اعتراف کنم. گاهی وقتها جاهای دعوت می شوم و با عزیزان توانیاب صحبت می کنم. من با معلولیت هستم و آدم موفقی هستم در شغلم. از مردم میخواهم با کسانی که نقص عضو دارند اینطور برخورد نکنند. فکر نکنید اینها نمیتوانند موفق باشند. دلم میخواست یک استنداپ کمدی درباره این مشکلم بنویسم، اما یک بار با ظاهر خودم شوخی کردم و مردم خوششان نیامد. احساس کردم پذیرش این را نداریم، در حالی که در دنیا این اتفاق میافتد و کمدین ها با ویلچرهای خود شوخی میکنند و چقدر مردم را هم راحت میکنند. عبدالرزاقی در ادامه بیان کرد: آدم صبوری هستم. همیشه از خدا صبر می‌خواهم، چون در تمامی لحظات که به من سخت گذشته است، اگر صبور نبودم دوام نمی‌آوردم. همیشه از خداوند اولین چیزی که می‌خواهم صبر بوده است. ما تا وقتی معروف می‌شویم فکر می‌کنن تو یک شبه آمدی و معروف شدی. نمی‌دونن که بازیگری که در 17 سالگی قراره هنرپیشه بشه و شهرستانیه و از مناسبات این شهر بزرگ چیزی نمی‌دونه یعنی چه. من از سال 76 تا 78 کار می کردم و کسی من رو نمی شناخت. پولی در نمی آوردم و کاری نمی کردم و باید با حمایت خانواده کار می کردم. اگر در این سالا طلب صبر نمی کردم نمی تونستم دوام بیارم. رابطم با خدا خیلی صمیمانه است. این بازیگر در پایان گفت: من امسال 40 ساله شدم و واقعا فکر می کنم اتفاق ویژه است. سن خاصی است. قبلا میخواستم درباره موضوع پایم صحبت بکنم، اما این اتفاق نیفتاده بود. دوست داشتم درباره‌اش صحبت کنم و حالا این اتفاق افتاد.